سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. من فریبا شیرازی با شما خواهم بود در نیم ساعت پیش رو با مروری بر آخرین رویدادهای هفته گذشته. با ما همراه باشید. هفته گذشته چاک هگل وزیر دفاع آمریکا به کشورهای حوزه خلیج فارس سفر کرد و در قطر پیمان دفاعی بین دو کشور را تجدید کرد. هگل پس از ورود به قطر گفت آمریکا به رغم برخی اختلافهای تاکتیکی با کشورهای منطقه خلیج فارس در مسائل اصلی با آنها توافق دارد. مقامات پنتاگون تصریح کردند که سفر هگل به کشورهای حاشیه خلیج فارس فرصتی است برای اطمینان دادن به این کشورها که با وجود آغاز مذاکرات دیپلماتیک میان ایران و آمریکا، این کشورها متحد اصلی واشنگتن در منطقه باقی خواهند ماند. در همین حال شیخ صباح الاحمد جابر از صباح امیر کویت هم گفته است کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از توافقنامه اتمی میان ایران و گروه پنج با علاوه یک خوشنود هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هدف وزیر دفاع آمریکا از سفر به کشورهای منطقه تحکیم دوستی با آنها و گفتگو درباره دو کشور ایران و سوریه عنوان شده است. وزیر دفاع آمریکا در این خصوص به خبرنگاران گفته است که در خلال این سفرها به مقامات کشورهای حاشیه خلیج فارس خاطر نشان کرده است که آمریکا با این کشورها در بعضی مسائل تاکتیکی از جمله در مورد سوریه و ایران اختلاف نظر دارد، اما در مسائل اصلی با یکدیگر متفق القولند. هگل گفته است ما از متحدان خود در منطقه جدا نمی‌شویم. ممکن است در برخی رویکردها با هم اختلاف نظر داشته باشیم، اما پیوند ما با قطر و سایر کشورهای خلیج فارس محکم باقی خواهد ماند. در مورد بحران سوریه نیز هگل مجدداً تاکید کرده است که واشنگتن از اپوزیسیون میانه روی سوریه حمایت می‌کند و در این حال نسبت به اقدامات شورشیان تندرو نگران است. در همین حال وزیر دفاع آمریکا در دیدار از قطر پیمان دفاعی کشورش با قطر را هم تجدید کرد. به گزارش واشنگتن تایمز، معاون مطبوعاتی پنتاگون با اعلام این خبر گفت توافقنامه دفاعی تنظیم کننده ی روابط نظامی دو کشور است که شامل آموزش، تمرینات مشترک و همکاری‌های نظامی است. به گزارش خبرگزاری دولتی کویت، امیر قطر گفت که کشورهای عضو این شورا از توافقنامه ژنو درباره برنامه هسته‌ای ایران خوشنود هستند و امیدوارند که این توافقنامه نتیجه بخش بوده و به توافقنامه دائم منتهی شود و منطقه را از شبح مرگ دور کند. امیر کویت همچنین از شورای امنیت و موضعش در قبال بحران سوریه انتقاد کرد و اظهار داشت با کمال تأسف شورای امنیت در عمل به مسئولیت‌های تاریخی خود برای پایان دادن به این فاجعه انسانی ناتوان است. او همچنین یادآور شده است نامه‌ای از رئیس جمهور یمن دریافت کرده که در آن خواستار پشتیبانی سیاسی و اقتصادی کشورهای شورای همکاری برای مقابله با چالش‌های مرحله آینده یمن شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا سه‌شنبه گذشته در جلسه استماع مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد اگر ایران به حمایت خود از نظام سوریه و حزب الله ادامه دهد، تحریم‌ها کاهش نمی‌یابد. جان کری همچنین خطاب به مجلس نمایندگان این کشور گفت که در حال حاضر وقت انجام تحریم ایران نیست. رئیس کمیته بانکی سنای آمریکا نیز پس از استماع سخنان وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد مایل است فعلا تلاش‌ها در این زمینه را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع مجلس نمایندگان اعلام کرد در صورتی که ایران به حمایت خود از نظام سوریه و حزب الله ادامه دهد، تحریم ها کاهش نمی یابد. جان کری گفت آمریکا با توافق هسته‌ای اولیه با ایران به امنیت بیشتری دست پیدا کرده است. وزیر خارجه آمریکا که برای توضیح در مورد توافق هسته‌ای موقت با ایران در جلسه استماع مجلس نمایندگان حضور پیدا کرد، در مورد امتیازهای دریافت شده از سوی ایران گفت ایران تنها به 7 میلیارد دلار از درآمدهای خود دسترسی پیدا می‌کند. کری با بیان اینکه در حال حاضر فرصتی برای حل مسالمت‌آمیز مناقشه هسته‌ای به وجود آمده است گفت اکنون دو گزینه پیش روی داریم، یکی گزینه دیپلماتیک و گزینه دوم ادامه تخاصم است که این گزینه پیامدهایی نیز به دنبال دارد. وی تاکید کرد که اگر ایران به تعهدات خود پایبند نباشد، کنگره میتواند در عرض یک هفته تحریم‌های جدیدی وضع کند. جان کری به نمایندگان گفت که به روند مذاکرات با ایران خوشبین است و امید دارد که این مذاکرات حتی زودتر از 6 ماه آینده به نتیجه نهایی برسد. و
وزیر امور خارجه آمریکا گفت که معتقد نیست هرگز نباید ایران را تحریم کرد، ولی تاکید دارد که الان وقت انجام این کار نیست. وی با اشاره به توافق گروه 5 به علاوه 1 با ایران در مورد عدم وضع تحریم‌های جدید در 6 ماه آینده افزود که تصویب تحریم‌های جدید بر همکاری آمریکا با سایر اعضای این گروه تأثیر منفی می‌گذارد و به ایرانی‌ها بهانه‌ای برای عمل نکردن به تعهدات خود می‌دهد. آقای کری تأکید کرد که تا وقتی فرایند اعتمادسازی با جامعه بین‌المللی به طور کامل به نتیجه نرسد، تحریم‌های وضع شده علیه ایران لغو نخواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا افزود که توافق نهایی با ایران پس از مشورت با متحدان آمریکا از جمله اسرائیل و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس صورت خواهد گرفت. جان کری در بخش دیگر از سخنان خود ابراز عقیده کرد که معاهده NPT منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای حق غنی‌سازی اعضای آن از جمله ایران را به رسمیت نمی‌شناسد، ولی آن را نفی هم نمی‌کند و در این ارتباط ساکت است. پس از سخنان وزیر خارجه آمریکا، رئیس کمیته بانکی سنا اعلام کرد که مایل است فعلا تلاش‌ها در این زمینه را متوقف کند. سناتور دموکرات تیم جانسون در این خصوص گفت: رئیس جمهور و وزیر خارجه با دلایل محکمی خواهان توقف اقدام کنگره در راستای تحریم‌های تازه علیه ایران شدند و بنابراین من مایلم که از این درخواست حمایت کرده و فعالیت‌های کمیته بانکی را در حال حاضر متوقف کنم. کمیته بانکی سنای ایالات متحده مسئولیت نظارت بر قانون تحریم‌ها در این کشور را بر عهده دارد. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته بود که در توافقنامه ژنو حق غنی‌سازی ایران مورد اشاره مشخص قرار نگرفته، چون این حق در NPT که ایران در آن عضویت دارد به رسمیت شناخته شده است. آقای ظریف به مجله تایم چاپ آمریکا گفته بود که اگر تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع شود، از نظر این کشور مرگ توافقنامه ژنو خواهد بود. وزیر امور خارجه ایران هشدار داده بود: ما هم مجلس داریم. مجلس ما نیز می‌تواند قوانین مختلفی را به تصویب برساند که در صورت شکست مذاکرات جنبه اجرایی به خود گیرد. توافقنامه ژنو که بین ایران و 6 قدرت جهانی به امضا درآمد، در ازای عدم وضع تحریم‌های جدید در 6 ماه آینده، ایران را به همکاری بیشتر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و محدود کردن برنامه هسته‌ای‌اش ملزم کرده است. آقای کری با این هدف در مجلس نمایندگان حاضر شده بود که به ابهامات قانونگذاران آمریکایی در مورد توافق اخیر ایران و گروه 5 به علاوه در ژنو پاسخ دهد و آنها را متقاعد سازد که تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع نکند. نمایندگان کنگره آمریکا برخلاف رویکرد دولت باراک اوباما به دنبال تضمین‌های محکم‌تری به منظور جلوگیری از گسترش برنامه هسته‌ای ایران هستند. بحران در کیف بر سر خودداری دولت از امضای قرارداد با اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد. هزاران نفر از مردم اوکراین با برپایی تظاهرات مخالفت خود را با تصمیم دولت این کشور ابراز کردند. این سومین هفته متوالی است که تظاهرکنندگان مخالف دولت در خیابان‌های پایتخت دست به تظاهرات می‌زنند. همزمان روسیه به اوکراین فشار می‌آورد که امضای این قرارداد باعث می‌شود کالاهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا بازارهای روسیه را قبضه کند. با این حال نخست وزیر اوکراین گفته در صورتی که 28 میلیارد دلار از اتحادیه اروپا کمک بگیرند، حاضر به امضای قرارداد می‌شوند. دولت اوکراین به نیروهای اپوزیسیون التیماتوم داده بود به محاصره منطقه ساختمانی دولت پایان دهند و به خانه‌هایشان بازگردند. به گزارش رویترز به نقل از رادیو دولتی صدای روسیه، ژنرال استانیسلاو شولیاک در پیام تلویزیونی که از کانال‌های تلویزیونی سراسری اوکراین پخش می‌شد، از پرسنل نیروی داخلی وزارت کشور اوکراین خواست که تن به اعمال تحریک‌آمیز نداده و از خونریزی در اعتراضات جمعی در کیف جلوگیری کنند. و افزود نیروی داخلی وزارت کشور در شرایط مختلف به کمک مردم اوکراین شتافته است و در شرایط کنونی هم مردم برای تأمین امنیت و نظم اجتماعات و جلوگیری از خونریزی و خشونت به کمک شما نیاز دارند. این مقام وزارت کشور اوکراین گفت: از یاد نبرید مسئولیت سنگین تأمین امنیت مردم کیف و مهمانان پایتخت بر دوش شما قرار دارد و آنها باید خود را در امنیت کامل احساس کنند. از سوی دیگر کانال 5 تلویزیون اوکراین اعلام کرد صدها نیروی امنیتی اوکراین موانع ایجاد شده پیرامون ساختمان نخست وزیر این کشور در کیف را از میان برداشتند. در حال حاضر نیروهای دولتی میدان استقلال در مرکز کیف را به محاصره درآورده و مخالفان در انتظار حمله نیروهای دولتی به سر می‌برند.
همزمان با حمله نیروهای پلیس به سنگرهای اپوزیسیون، رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ اعلام کرد که قصد دارد با سه رئیس جمهور پیشین اوکراین مذاکره کند. پیشتر لئونید کراواچوک، لئونید کوچما و ویکتور یوشچنکو در بیانیه حمایت خود را از اقدامات مدنی و مسالمت‌آمیز صدها هزار جوان اوکراینی اعلام کرده بودند. آنها ضمن اعلام همبستگی با اپوزیسیون از دولت خواستند برای برقراری امنیت و ثبات در کشور با مخالفان و منتقدان خود مذاکره کنند. همچنین قرار است امروز سه‌شنبه کاترین اشتون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا به کیف سفر کند. او قرار است به عنوان میانجیگر با نمایندگان دولت و نیروهای اپوزیسیون اوکراین ملاقات کند. روز چهارشنبه فردا قرار است لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه با ویتالی کلیچکو دیدار کند. یک هفته پیش گیدو وستروله وزیر امور خارجه آلمان نیز به پایتخت اوکراین سفر کرده بود. او در میدان استقلال کیف محل تجمع ده‌ها هزار معترض در روزهای گذشته اعلام کرد که درهای اتحادیه اروپا بر روی اوکراین باز است. وستروله پیش از سفر خود به اوکراین در بروکسل تأیید کرده بود که بحران سیاسی اوکراین به اروپا مربوط است و کشورهای اروپایی باید توجه خود را به این کشور معطوف کنند. سفیر وزیر امور خارجه آلمان به اوکراین خشم رهبران روسیه را برانگیخت. دیمیتری مددوف نخست وزیر روسیه حضور وستروله در همایش مخالفان دولت اوکراین در کیف را دخالت مستقیم در امور داخلی این کشور ارزیابی کرد. اوکراین در هفته‌های اخیر شاهد تظاهرات گسترده مخالفان دولت در اعتراض به خودداری رئیس جمهوری این کشور از امضای قرارداد همکاری تجاری با اتحادیه اروپا بود. مخالفان دولت اوکراین در کیف با برگزاری تظاهرات گسترده که در آن ده‌ها هزار نفر شرکت داشتند، فعالیت نهادهای حکومتی از جمله نخست وزیری و شهرداری کیف را مختل کردند. هفته گذشته حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. پس از پایان این دیدار بیانیه مشترکی از سوی ایران و افغانستان منتشر شد که در آن وزرای خارجه دو کشور مسئولیت تنظیم پیمان جامع دوستی همکاری ها را عهده‌دار شدند. سفر آقای کرزی به ایران به موازات سفر وزیر دفاع آمریکا به افغانستان و در آستانه بحث بر سر امضای قرارداد امنیتی میان افغانستان و آمریکا صورت می‌گیرد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه 17 آذر ماه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تهران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آقای روحانی خواستار خروج نیروهای خارجی از منطقه شده است. حسن روحانی در این دیدار گفته است جمهوری اسلامی ایران با حضور هر کشور خارجی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس مخالف است. رئیس جمهوری ایران اضافه کرده است ما نگران تنش‌های حاصل از حضور نیروهای خارجی در منطقه بوده و معتقدیم تمام نیروهای خارجی باید از منطقه خارج شده و امنیت افغانستان به دست مردم این کشور سپرده شود. حامد کرزی به همراه یک هیئت بلندپایه از مقام‌های افغانستان برای دیداری یک روزه به تهران سفر کرده است. در پایان این دیدار بیانیه مشترکی از سوی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری افغانستان منتشر شد که در آن وزرای خارجه دو کشور مسئولیت تنظیم پیمان جامع دوستی و همکاری را عهده‌دار شدند. این پیمان در برگیرنده منافع جامع بلند مدت ایران و افغانستان برای تأمین مصالح و امنیت منطقه است. در همین حال و در شرایطی که کرزی به ایران سفر کرده است، چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز شنبه 16 آذر ماه به طور غیرمنتظره وارد کابل شد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا هدف سفر هیگل را دیدار با سربازان و تشکر از آنان به خاطر جنگ در منطقه بسیار دور از خانهشان و کمک به ارتقای توانایی نیروهای امنیتی ملی افغانستان اعلام کرد. انتظار می‌رفت که هیگل روز شنبه با کرزی دیدار داشته باشد و با او درباره قرارداد امنیتی میان آمریکا و افغانستان گفتگو کند، اما این دیدار انجام نگرفت. هیگل با همتای افغان خود بسم الله محمدی ملاقات کرد. به گفته این مقام مسئول در وزارت دفاع افغانستان، وزیر دفاع این کشور تاکید کرده است که قرارداد امنیتی افغانستان و آمریکا به موقع امضا خواهد شد. هیگل پس از سفر به افغانستان از بحرین دیدار کرده و در آنجا گفته بود که آمریکا حضور خود را در منطقه کاهش نداده و برای مقابله با هر گونه تهدیدی سلاح‌ها و سیستم‌های پیشرفته جمع‌آوری اطلاعات را در منطقه نصب کرده است. دیدار کرزی از ایران در آستانه امضای قرارداد امنیتی این کشور با آمریکا صورت می‌گیرد که ایران با آن مخالف است. در قرارداد امنیتی میان افغانستان و آمریکا از جمله پیش بینی شده که در خاک افغانستان 9 پایگاه نظامی آمریکایی وجود داشته باشند. از این مجموعه 2 پایگاه در نزدیکی مرز ایران قرار خواهند داشت. روابط میان افغانستان و ایالات متحده در ماه گذشته به خاطر امضای قرارداد امنیتی دچار تنش شده بود.
برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند که کرزای با به تعویق انداختن موعد امضای قرارداد امنیتی بیشتر به فکر آن است که از آمریکایی‌ها تضمین بگیرد و انتخابات ریاست جمهوری آینده را مهندسی کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 93 کل کشور را به رئیس مجلس ارائه کرد. دولت در بودجه سال 93 دلار را 2650 تومان تعیین کرد. او تحریم‌های وضع شده علیه ایران، وابستگی بالا به واردات و حجم بالای نقدینگی را به عنوان مشکلات عمده اقتصاد ایران برشمرد. لایحه بودجه 93 در حالی از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه می‌شود که اقتصاد ایران سال گذشته رشد منفی داشته است و نرخ بیکاری در ایران به میزانی بالاست که به گفته مقام‌های دولت بحرانی محسوب می‌شود. نرخ تورم هم به بالاترین سطح خود از سال 74 تا کنون رسیده است. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده که رشد صادرات غیر نفتی از 2.5% در سال 92 به 10 تا 12% رشد مثبت در سال 93 برسد. عیسی امامی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش بینی دولت برای نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده گفت دولت تأثیر نرخ ارز در بودجه سال آینده را 2650 تومان در نظر گرفته است. آقای امامی تصریح کرده است دولت میزان رشد اقتصادی در سال آینده را 3.1 تا 7.1% پیش بینی کرده است. البته دولت رشد نقدینگی را به شکلی مدیریت کرده که پیش بینی می شود تا میزان 18% در سال آینده کاهش داشته باشد. و با بیان اینکه دولت بر اساس لایحه بودجه 93 قصد دارد نرخ بیکاری را از 6.12% در سال 92 به 4.12% در سال آینده کاهش دهد افزوده است. دولت بر اساس بودجه سال 93 رشد واردات را 9 تا 11% پیش بینی کرده که در جلسه امروز معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت که دولت قصد دارد آن را کاهش دهد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرده است دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده که رشد صادرات غیر نفتی از 5.2% در سال 92 به 10 تا 12% رشد مثبت در سال 93 برسد. امامی با بیان اینکه دولت در تملک دارایی سرمایه‌ای اولویت را به طرح‌های عمرانی بالای 70% رشد قرار داده است گفته است دولت بر این اساس پیش بینی کرده است 246 طرح عمرانی مهم کشور را به طور 100% نهایی کند. وی تصریح کرده است ما هنوز وارد بحث های ماده واحده و منابع درآمدی در لایحه بودجه 93 نشده ایم. هنوز کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تصویب نشده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داده است درآمدهای مالیاتی که دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده در شرایط رکود تورمی واقع بینانه نیست. رشد اقتصادی باید طوری باشد که دولت بتواند درآمدهایی را از طریق مالیات‌های بنگاه‌های صنعتی دریافت کند. امامی در پایان گفته است دولت صادرات 1,000,000 بشکه در روز و هر بشکه 103 دلار را پیش بینی کرده است. البته با صادرات روزانه 300 هزار بشکه میعانات گازی در مجموع این میزان به 1,300,000 بشکه در روز پیش بینی شده است. بر اساس قوانین ایران دولت موظف است لایحه بودجه هر سال را تا قبل از 15 آذر سال پیش به مجلس تقدیم کند تا نمایندگان فرصت بررسی دقیق آن را داشته باشند، اما این اتفاق در 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رخ نداد و در پاره این موارد کشور تا چند ماه پس از آغاز سال بدون بودجه اداره می شد. حسن روحانی پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس گفت ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی و به ویژه در حوزه سرمایه گذاری به همراه کسری بودجه تأمین شده از طریق بانک مرکزی بودجه را به یکی از عوامل تعمیق رکود و تشدید تورم در شرایط اقتصادی اخیر ایران تبدیل کرده است. روحانی با بیان اینکه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی یکی دیگر از دلایل رکود در اقتصاد ایران بوده است گفت عدم قطعیت و عدم امکان پیشبینی آینده یکی از اثرات تحریم‌ها بود که موجب شد کارآفرینان به سوی فعالیت‌های سودآور کوتاه مدت مثل خرید ارز، سکه و مسکن سوق پیدا کنند و از تولید فاصله بگیرند.
هفته گذشته محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری واقع بینی و رونق افزایی را دو پیام بودجه سال 93 کل کشور بیان کرد و گفت در نخستین لایحه بودجه دولت 11 از ارائه ارقام واهی و غیر قابل تحقق حذر شده است. اظهارات نهاوندیان در حالی است که در لایحه بودجه سال 93 بودجه برخی نهادها چون ارتش، سپاه، مجلس و وزارت خارجه افزایش یافته و وابستگی به درآمدهای نفتی هم بیشتر شده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به بودجه سال آتی ایران که روز یکشنبه تقدیم مجلس شد گفت واقع‌بینی و رونق افزایی دو پیام بودجه بوده است. به افزود رئیس جمهور یک بار دیگر نشان داد که می‌خواهد ادب و احترام نسبت به قانون را متجلی کند. خیلی ها باورشان نمی‌شد که دولت در این فرصت کوتاه بتواند هم اصلاحیه بودجه سال 92 و هم لایحه بودجه سال 93 را ارائه کند. رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت پیشبینی ما این است که رونق در سال 1393 آغاز خواهد شد. اگرچه بودجه نتوانست خواسته های همه دستگاه ها را ارائه کند، اما پیام رونق افزای آن باید منعکس شود. در همین حال با انتشار جزئیات بودجه 93 مشخص گشته است که دولت بودجه نهادهای نظامی، امنیتی و انتظامی سپاه، ارتش، وزارت اطلاعات و پلیس در سال 1393 را افزایش داده است. در لایحه پیشنهادی دولت بودجه سپاه 44566 میلیارد و 686 میلیون ریال پیش بینی شده است. بودجه سپاه بر اساس قانون بودجه سال 1392 رقم معادل 36896 میلیارد و 523 میلیون ریال بود. بر اساس این گزارش بودجه وزارت اطلاعات نیز در لایحه پیشنهادی 13674 میلیارد و 270 میلیون ریال تعیین شده است. بودجه این وزارتخانه در سال 92 رقمی معادل 11381 میلیارد و 63 میلیون ریال بود. بودجه ارتش به میزان 51085 میلیارد و 584 میلیون ریال در بودجه پیشنهادی سال 93 افزایش پیدا کرده است. این پیشنهاد در شرایطی در بودجه سال آینده ارائه شد که ارتش امسال 34446 میلیارد و 164 میلیون ریال بودجه داشت. نیروی انتظامی نیز بر اساس لایحه پیشنهادی دولت بودجه معادل 45164 میلیارد و 484 میلیون ریال در سال 93 در صورت تایید نهایی مجلس خواهد داشت. این نهاد انتظامی سال 92 رقمی معادل 36920 میلیارد و 864 میلیون ریال در اختیار داشت. بر اساس این گزارش بودجه وزارت امور خارجه نیز در این لایحه 60% افزایش یافته است. همچنین در بودجه 93 بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود 24 میلیارد تومان، مجلس شورای اسلامی حدود 300 میلیارد تومان، شورای نگهبان 39 میلیارد تومان، وزارت اطلاعات بیش از 1300 میلیارد تومان و وزارت امور خارجه بیش از 800 میلیارد تومان است. در میان دستگاه‌های فرهنگی، صدا و سیما با بودجه پیشنهادی 967 میلیارد تومانی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بودجه پیشنهادی 623 میلیارد تومانی بیشترین بودجه فرهنگی را از آن خود کردند. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با 75 میلیارد تومان، سازمان تبلیغات اسلامی با 235 میلیارد تومان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با 179 میلیارد تومان، شورای عالی انقلاب فرهنگی با 39 میلیارد تومان، بنیاد ایران شناسی با 6 میلیارد تومان و فرهنگستان زبان و ادب فارسی با 8 میلیارد تومان بودجه پیشنهادی در این جدول قرار دارند. بودجه برخی نهادها چون ارتش، سپاه، مجلس و وزارت خارجه در شرایطی به شدت افزایش یافته که علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران گفته است که خزانه دولت کاملا خالی است. دولت با کسری 110 هزار میلیارد تومانی روبروست و منابع بودجه هم به شدت محدود است. از تحریم‌های غرب علیه برنامه اتمی ایران و سوء مدیریت محمود احمدی نژاد در دولت‌های نهم و دهم به عنوان دو عامل اصلی خالی شدن خزانه دولت نام برده می‌شود. گروهی از نمایندگان مجلس با اشاره به سخنان محمد جواد ظریف در گذشته خواستار تجدید نظر در مورد حضور او در دولت شدند. علی‌رغم توضیحات وزیر خارجه ایران، انتقادها به سخنرانی او در مورد توان نظامی آمریکا ادامه دارد.
این تذکرها در واکنش به اظهارات منتشر شده به نقل از وزیر امور خارجه ایران صورت گرفته است که روز سه‌شنبه گذشته گفته بود غربی‌ها از 4 تا تانک و موشک ما نمی‌ترسند، از این مردم می‌ترسند. آیا شما فکر کرده اید که آمریکا که با یک بمبش می‌تواند تمام سیستم‌های نظامی ما را از کار بیندازد، از سیستم نظامی ما می‌ترسد؟ دلیل انتقاد نمایندگان مجلس از آقای ظریف نادیده گرفتن عزت و اقتدار ایران و جریحه دار کردن عزت انقلاب اسلامی و ملت ایران و خانواده شهدا و رزمندگان ذکر شده است. 73 نماینده مجلس با انتشار دو نامه جداگانه به اظهارات محمد جواد ظریف واکنش نشان داده و شماری از آنها خواستار برکناری وی از حسن روحانی شدند. به گزارش خبرگزاری فارس این نمایندگان مجلس در تذکری به حسن روحانی از وی خواستند در خصوص ادامه خدمت ظریف در وزارت امور خارجه تجدید نظر کند. در این تذکر آمده که آقای ظریف در 110 روز گذشته در موارد مختلفی عزت و اقتدار ایران را با مواضع ناپسند خود نادیده گرفته و باعث جریحه دار شدن عزت انقلاب اسلامی و ملت ایران شده است. این نمایندگان اظهارات ظریف درباره از کار انداختن سیستم دفاعی ایران با یک بمب از سوی آمریکا و افسانه خواندن هولوکاست و مذاکره در موارد جزایر سه‌گانه را از جمله مصادیق این مواضع ناپسند اعلام کردند. 53 نماینده هم در نامه دیگر به محمد جواد ظریف به خاطر این اظهار نظر وی که آمریکا با یک بمب میتواند سیستم دفاعی ایران را نابود کند تذکر دادند. آنها در نامه خود نوشتند متاسفانه آقای ظریف در سابقه زندگی خود حتی یک ساعت حضور در دفاع مقدس را ندارد. باید از تجهیزات دفاعی دشمن بترسد و آن را بزرگ بپندارد. حمید رسایی، حسین طلا، مسعود میرکاظمی، روح الله حسینیان و حسین مظفر از جمله این تذکر دهندگان هستند و متنان نیز از سوی حمید رسایی نماینده تهران تنظیم شده است. اغلب این افراد وابسته به جبهه پایداری از تشکل‌های تندرو در جریان اصولگرایان و وابسته به محمد تقی مصباح یزدی هستند. در همین حال محمد تقی مصباح یزدی رئیس مؤسسه امام خمینی هم در حمله تلویحی به دولت گفته معرفی رفع تحریم‌های بین‌المللی به عنوان بالاترین خدمت نوعی انحطاط فکری است. مصباح یزدی افسوده نخبگان، فرهیختگان و نامزدهای انتخاباتی در ایران در شرایطی دنبال تحقق زندگی راحت، عدالت و آزادی برای مردم هستند که این ارزش‌ها برای یک بت‌پرست هم ارزشمند است. مصباح افسوده است درست است که عدالت ارزش والایی است، اما هدف غایی اسلام نیست، هدف معرفت الله است. اظهارات محمد تقی مصباح یزدی پاسخی به سخنرانی‌های حسن روحانی و سایر مقام‌های دولت 11 مبنی بر تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی مردم است. روحانی و دولت 11 در 3 گذشته بارها بر ضرورت کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها از زندگی مردم تاکید کرده و این موضوع را از اولویت‌های برنامه‌های خود معرفی کردند. دولت حسن روحانی پس از 10 مذاکرات ناموفق جمهوری اسلامی با غرب بر سر برنامه هسته‌ای‌اش در نهایت موفق به امضای سند 6 با گروه 5+1 شد. در این سند جمهوری اسلامی در ازای آزاد شدن برخی منابع مالیش متعهد شده برنامه غنی‌سازی خود را به زیر 5% کاهش داده و دامنه همکاری با جامعه جهانی را افزایش دهد. هفته گذشته رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان سعودی گفت شورای همکاری خلیج فارس باید در مذاکرات اتمی میان ایران و گروه 5+1 شرکت داشته باشد. ترکیه الفیصل همچنین گفته است ایران باید به عامل ثبات در منطقه تبدیل شود. در همین حال یک نماینده مجلس این پیشنهاد را توطئه غرب خواند. ایران و قدرت‌های جهانی پس از 10 مذاکره سرانجام در روز 3 آذر در ژنو به توافقی رسیدند که بر مبنای آن قسمتی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی متوقف و در برابر بخشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران رفع می‌شود. عربستان سعودی که بخش اعظم جمعیت آن سنی مذهب هستند با احتیاط از این توافق استقبال کرد. ترکی الفیصل، شاهزاده سعودی و رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان سعودی در نشستی درباره امنیت خاورمیانه در منامه پایتخت بحرین گفت من پیشنهاد می کنم که مذاکرات با ایران تنها محدود به گروه 5+1 نباشد. الفیصل که سابقه سفارت در آمریکا و بریتانیا را نیز دارد افزوده است شورای همکاری خلیج فارس باید در مذاکرات شرکت داشته باشد. ترکی الفیصل از سیاستمداران پرنفوذ سعودی است. او در نشست منامه تاکید کرده است که ایران در منطقه خلیج فارس واقع شده و هر عمل نظامی بر تمامی کشورهای این منطقه تاثیرگذار است.
وی همچنین به خطری اشاره کرد که برنامه غنی‌سازی اورانیوم میتواند برای محیط زیست منطقه داشته باشد. الفیصل پیشنهاد خود برای شرکت شورای همکاری خلیج فارس در مذاکرات هسته‌ای با ایران و در نتیجه تشکیل گروه 5 به علاوه 2 را پیش از این نیز در مصاحبه با نشریه آلمانی اشپیگل مطرح کرده بود. وی در این مصاحبه تاکید کرده بود آنچه در مذاکرات اتمی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 تصمیم گرفته می شود بر امنیت عربستان سعودی تاثیر می گذارد، در حالی که عربستان به این مذاکرات دعوت نمی شود. الفیصل پیش بینی کرده بود که مذاکرات هسته‌ای با ایران سالها طول خواهد کشید و در این سالها ایران و اسرائیل توانایی‌های هسته‌ای خود را گسترش خواهند داد. در واکنش به این پیشنهاد، اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت پیشنهاد حضور کشورهای عربی در مذاکرات هسته‌ای توطئه جدید غربی هاست. وی در ادامه به دلایل مذاکرات ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 پرداخت و گفت دلیل اینکه ایران با گروه 5 به علاوه 1 مذاکره می کند به این خاطر است که این کشورها عضو شورای امنیت هستند و پرونده ایران را به آنجا بردند. بعد اینکه برخی از کشورهای عربی بنشینند و در این زمینه اظهار نظر کنند و درخواست مشارکت کنند، در حالی که تصمیم گیرنده نیستند، جای بررسی دارد و دیپلمات‌های ما باید این موضوع را بررسی کنند و ببینند موضوع از چه قرار است. کشورهای غربی، اسرائیل و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس مدت هاست با دیده تردید به غیر نظامی بودن برنامه اتمی ایران می نگرند. در مقابل، ایران نظامی بودن هدف برنامه اتمی خود را رد می کند. وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف هفته گذشته با سران 4 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار داشت. او از عربستان سعودی دیدن نکرد، گرچه اعلام داشت که در نظر دارد به زودی به منظور حرکت در جهت ایجاد ثبات در منطقه با مقامات سعودی گفتگو داشته باشد. مدت هاست که روابط میان 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و ایران بیش از هر چیز به خاطر حمایت جمهوری اسلامی از رژیم بشار اسد علیه شهروندان سنی مذهب دچار تنش شده است. همچنین چند کشور در منطقه خلیج فارس ایران را متهم به دخالت در امور داخلی خود می کنند. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس عبارتند از عربستان سعودی، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی. علی یونسی، دستیار رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، از برخی افراد و جریان‌های تندرو در ایران انتقاد کرده و گفته است که تندروها در نهادها و ارگان‌های امنیتی نفوذ کرده و نسبت به حقوق اقلیت‌ها هم نگاه امنیتی دارند. دولت ایران همواره از سوی گروه‌ها و فعالان حقوق بشر به محدود کردن حقوق شهروندی اقلیت‌های قومی و مذهبی متهم شده است. علی یونسی، دستیار رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، از برخی افراد و جریان‌های تندرو در ایران انتقاد کرده و گفته است که تندروها در نهادها و ارگان‌های امنیتی نفوذ کرده و نسبت به حقوق اقلیت‌ها هم نگاه امنیتی دارند. دولت ایران همواره از سوی گروه‌ها و فعالان حقوق بشر به محدود کردن حقوق شهروندی اقلیت‌های قومی و مذهبی متهم شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، علی یونسی ضمن بیان این مطلب گفته است که تندروها اگرچه کم هستند ولی صدایشان بلند است. وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی با انتقاد از این گروه آنها را اقلیت معدودی خوانده که اغلب به صورت خودسر عمل می کند. آقای یونسی به سخنان رهبر ایران در سفر به کردستان درباره جایز نبودن اهانت مقدسات اهل سنت اشاره کرده و گفته است افرادی در صدا و سیما، سپاه، قوه قضاییه، دستگاه‌های اطلاعاتی و مجلس برخلاف گفته‌های آیت الله خامنه ای عمل می‌کنند. علی یونسی در بخش دیگری از گفتگوی خود و در پاسخ به سوالی در این مورد که مسلمانان اهل سنت از نداشتن مسجد برای برگزاری مراسم مذهبی گلایه می‌کنند گفت اهل سنت در ایران بیش از 15,000 مسجد دارند که این تعداد بیشتر از مساجد شیعیان است. مطابق آمار منتشر شده در سایت وزارت کشور، در سرتاسر ایران بیش از 60,000 مسجد وجود دارد که در صورت تعلق 15,000 مسجد به اهل سنت، تعداد آنها 1/3 مساجد شیعیان خواهد بود. آقای یونسی گفت که سنی ها در انجام فعالیت های مذهبی محدودیتی ندارند و این مسئله را باعث ایجاد گزینه های سنگینی برای دولت عنوان کرد. محدودیت در انجام مراسم مذهبی برای اقلیت‌های دینی در ایران از جمله انتقادهایی است که در اغلب گزارش‌های نهادهای حقوق بشری به آن اشاره شده است.
آقای یونسی هم به وجود برخی محدودیت‌ها در این زمینه اذعان کرده و گفته است این محدودیت‌ها بیشتر ناشی از فشارهایی است که باید درباره آن تدبیر عاقلانه‌ای منظور و به مرور زمان حل شود و امیدواریم دولت آقای روحانی بتواند خیلی از حساسیت‌ها را در این راستا کم کند. علی یونسی در پاسخ به سوالی درباره اعدام‌های اخیر در کردستان گفته است که این سوال را باید از قوه قضاییه پرسید. آقای یونسی همچنین از قوه قضاییه ایران انتقاد کرده است که در انجام وظیفه خود یعنی رعایت حقوق مردم ضعف دارد. علی یونسی چند روز پیش نیز با حمایت از حقوق اقلیت‌ها در ایران گفته بود که دولت موفق نشده است استانداری یا وزارتخانه‌ای را در اختیار اقلیت‌های قومی و مذهبی قرار دهد. دولت ایران همواره از سوی گروه‌ها و فعالان حقوق بشر به محدود کردن حقوق شهروندی اقلیت‌های قومی و مذهبی متهم می‌شود. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران هم در گزارش اخیر خود از فشار بر اقلیت‌های قومی و فرهنگی از جمله عرب‌ها، آذری‌ها، بلوچ‌ها، کردها و مدافعان آنان در ایران انتقاد کرده است. در انتخابات ریاست جمهوری 1392 حسن روحانی کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان از حمایت زیادی از سوی اقلیت‌های قومی و مذهبی برخوردار شد. در این انتخابات و بیشترین درصد آرا را در استانهای سنی نشین سیستان و بلوچستان و کردستان به دست آورد. حسن روحانی بعد از رسیدن به ریاست جمهوری برای اولین بار پستی با عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌ها ایجاد کرد و این مسئولیت را به علی یونسی سپرد. بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه را می توانید در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنید و از همین طریق می توانید نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. تا برنامه دیگر، بدرود.